جناب دکتر روغنچی، در خصوص برنامه دوچرخه سواری که همکنون شاهدش هستیم برای ما شنوندگان و بینندگان گرامی رادیو کوهنورد بیان بفرمایید. به نام یزدان پاک، ممنون از شما و خوشحالم که در خدمتتون هستم. خب این دهمین طرح ملی و بین المللی من است، شما در جریان هستید که داره انجام میگیره و در قالب شعار مسیر سبز، صلح پایدار، چیزی که شاید امروز جهان بهش نیاز داره، هم در واقع اون سبز بودن رو نیاز داره، نه فقط از بابت جنگل ها که از بابت ذهن بشریت سبز باشه به سمت زندگی، و همین که اون صلح پایداری که باید در جهان اتفاق بیفته، نه در قالب شعار، در قالب عمل. خب بر همین اساس هم مقرر شد که با همکاری که با سازمان میراث فرهنگی داریم و از اونجایی که کار ما با دوچرخه هستش و در قالب گردشگری اتفاق میفته و با پشتوانه این شعار که قرار هستش که سه کشور ترکیه، ارمنستان و کردستان و بلعکس رو رکاب بزنم، بهتر دیدیم که از این طریق هم وارد عمل بشیم و بتونیم این موضوع رو به لطف ایشون پوشش بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من از شما تشکر میکنم جناب رحیمی عزیز. زمینی آشنایی جناب آقای دکتر روغنچی و اداره کل میراث فرهنگی سند است و گردشگری به نوع کار هر دو طرف برمیگرده، یعنی زمینی فرهنگی که برای هر دو مورد سفر ایشون و نوع کارکرد و عملکرد اداره کل میراث فرهنگی ارتباط داره. این زمینه مشترک فرهنگی است و در واقع به نوعی پیام‌رسان صلح و دوستی هستش. در خصوص هدف این برنامه، خب خود آقای دکتر توضیح دادن که مسیر سبز، صلح پایدار، در واقع شاید میشه خوانش دیگری از این شعار داشت، مسیر سبز صلح پایدار، که صلح پایدار از طریق سبزینگی، از طریق دوستی و حمایت‌های معنوی از دوستان عزیز مثل جناب دکتر روغنچی فراهم میشه و بسته‌سازی خواهد شد. ما هدف ما از این برنامه‌ها و در واقع زحمت اصلی که جناب دکتر میکشن این هستش که ما اعلام کنیم که کشور ما کشوری از صلح دوست، صلح جو، و این آمادگی رو داریم، این بستر هست توی کشور که در کنار همه مردم، در کنار کشورهای دیگه به ویژه همسایگان شماره ما، در صلح و آرامش زندگی کنیم. ضمن اینکه خود کشور عزیز ما ایران هم ترکیبی است از اقوام و تنوع‌های فرهنگی و خرده فرهنگی متنوع، که این عمل، این رفتاری که ما در خصوص فرهنگ داریم و این زحمتی که آقای دکتر میکشن هم در واقع بخشش انعکاس این تنوع فرهنگی و این همزیستی مسالمت‌آمیز اقوام در استان البرز به ویژه و در کشور هستش.